سلام خدمت و دوستان عزیز بریم سراغ ادامه بحث پاور بی آی این جلسه میخوام راجع به یک مفهومی صحبت کنیم به نام پیوت و آن پیوت دوستانی که اکسل کار کرده باشم ما تو اکسل هم یک مفهومی داریم به نام پیوت تیبل یه چیز همونه دقیقا میتونم بگم دقیقا همون مفهومه خب یه اکسل من باز بکنم بعد رو اکسل با هم دیگه صحبت کنیم منظورم چیه یا یه کار بکنم بذارید یه عکس پیدا بکنم من تو اینترنت فکر کنم بهتر باشه بذارید عکس پیدا بکنم من خب بچا اینو عکس رو نگاه کنید ما یه جدولی داریم به این شکل خب این جدول اصلی ماست یه ردیف داره به نام پروداکت یه ستون داره به نام پروداکت اپل و بنانا یعنی سیب و موز که میزان فروشش رو تو سالهای مختلف نشون میده به این جدول اصطلاحا میگن پیوت این جدول یه سری اتریبیوت داره که این بنافش، ردیف بنفش رنگه یعنی سال من اتریبیوت و یه سری مقادیر یا ولیو داره که مقدار هر کدوم از این پروداکت ها تو اون اتریبیوت هست اگر ما اینو بخوایم آن پیوت کنیم یعنی به این صورت تبدیلش کنیم میشه اینجوری الان ما به جای سه تا ستون دو تا ستون داریم یه ستون اتریبیوت یه ستون value اما تعداد ردیف بیشتر شده ولی خب ستون ها هم کمتر شده اینکه شما ستوناتون کمتر شده بچه خیلی خوبه و به فرایند برعکس این میگن pivot پس اینکه شما ستوناتون رو کمتر کنید تبدیل کنید به اتریبیوت و value میگن آن پیوت و اینکه ستوناتون رو بیشتر کنید و در پخشش بکنید میگن پیوت حالا میخوام راجع به این توی پاور بی آی صحبت کنیم یه پاور کوئری صحبت کنیم خب من اینجا یه ستونی دارم به نام پاپیولوشن توتال این ستون رو به نظر من این ستون به درد نخوره جمع این دو تاست خب اینو همیشه میتونم به دست بیارم پس اینو حذفش میکنم تمام این از اولین کار یه ستون دارم به نام جمعیت زنان یه ستون دارم جمعیت مردان من میتونم اینو به صورت چی در بیارمش بچه ها آن پیوت کنم یعنی میتونم یکی از این ستون ها رو تبدیل کنم به آن پیوت چجوری؟ ستون انتخاب میکنم خب توی تب ترانسفورم یه گزینه دارم اینجا به نام آن پیوت کالمز سه تا گزینه داره آن پیوت کالمز آن پیوت آدر کالمز آن پیوت اونلی Selected کالمز اولی اون ستونه که شما انتخاب کردید و میکنه من اینجا یه دون ستون الان انتخاب کردم سه ومی هم همونه تقریبا میگه اون سلکتد شده ها رو تبدیل میکنه به آمپیوت. پیوت وسطی میگه بقیه رو تبدیل میکنه اونه که سلیکت کردید دست نمیزنن من این سه ومی رو میزنم میخوام این ستون تبدیل بشه به آمپیوت. نیا کنید تبدیل میشه به دو تا ستون یه ستون اتریبیوت یه ستون ولیو همین کار رو میتونم برای پاپیلوشن میل انجام بدم یعنی بیام این ستون رو تبدیل کنم به دو ستون یه ستون اتریبیوت یه ستون هم ولیو به این فرایند میگن چی بچه ها آمپیوت کردن خب این آمپیوتی که من اینجا انجام دادم یه چیز مسخر است چرا شما بعد یه ستون رو تبدیل کنم به دو ستون چه کاریه خب میخوام اینو برگردونم به حالت قبل میتونم از این منوی سمت راست تو هیستوریم این زبده رو بزنم این کار آخری که انجام دادم رو حس کنم یا اینکه تو همین تب ترانسفورم یه گزینه وجود داره به نام پیوت کالمز ستون اتریبیوت رو انتخاب میکنم پیوت کالمو رو میزنم میگه خیلی خوب این ستون اتریبیوت ده کدومه میگم ولیوم هم اینه ستون ولیو راجبه این هم بچه بعدا صحبت میکنم این اگریگت فانکشن رو بعدا صحبت میکنم پس ستون اتریبیوت رو انتخاب کردم پیوت رو زدم ولیوش هم مشخص کردم اوکی میکنم دوباره تبدیل میشه به همون چیزی که قبلا بود خب یه چند سنو سب کنیم خب دور برگشت حالت قبل اما الان میخوام یه کار دیگه بکنم میخوام دو تا ستون جمعیت زنان و مردان رو با هم انتخاب کنم اینو تبدیل کنم به آمپیوت این بهتره دوتاش رو انتخاب میکنم این دفعه گزینه اول رو میزنم الان یه ستون دارم attribute که یکیش که دقیق میشه population male و female یه ستون هم دارم value یعنی مثلا میاد میگه افغانستان میلش میشه اینقدر افغانستان ردیف دوم میشه اینقدر یعنی ردیف هم زیاد میشه و در عوض ستون هم کم میشه حتی ستون هم کم نمیشه تبدیل میشه با آن پیوت نیا کنید این ها یه ستون خواهم داشت به نام attribute. یه ستون خواهم داشت به نام value. به این فرایند میگن آمپیویت کرده کردن حالا میتونم اسم اینو عوض کنم اینو مثلا میتونم بکنم جنسیت خب اینو میتونم بکنم جنسیت درسته نه و اینم میتونم بکنم چی؟ پاپیولیشن پاپیولیشن خب نکته ای احتمالا الان اینجا من یه خطایی خواهم داشت بذار بیادیم داره الان لود میکنه میبینی یه چیزی داره حرکت میکنه یه ذره سب کنیم من فکر کنم خطایی داشته باشیم که حالا بهتون میگم خطا رو چیکارش کنید یه میدونه تو زمان میبره من ویدیو رو پاز میکنم تا این لودینگ این بالا تموم بشه خب الان اگه ببینید میبینید یه هاشور قرمز رنگ این بالا خورده نشون میده خطایی وجود داره اینجا خب برای حلش میام چیکار میکنم یه کلیک میکنم روی یکی دیگه از این دور دوباره برمیگردم پایین یه بار دیگه میگم ریبیلدینگ بکنه معمولا درست میشه خب که دوباره طول میکشه من ویدیو رو پاز میکنم یا کنید سبز شد بچه مشکل حل شد خب اینم از بحث پیوت و آن پیوت توی پاور بی آی بریم بیم جلسه بعدی بحث رو ادامه میدیم فعلا خلاص.